سلام رفقای پانیشری گل خودم، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشین. من پانیشر هستم، دو سیزن نفر اول بتل رویال جهان بودم. خب رفقا، امروز با یکی از بچه های یوتیوبری خوب اومدیم یه گیم پلی رو بذاریم. این گیم پلی هم من حدودا سعی کردم گیم پلی هامو چالشی کنم. خب گیم پلی هامو چالشی کنم. اولین منطقه گلی که به نظرمون میرسه دانتان، میپریم دانتان. دانتان هم خیلی شلوغه. خب من یه گان میاد دستم و با اون گانه همه رو میزنم اینجا. ولی موضوع اینجاست رفقا، چالشی که گذاشتم البته یه جورای چالش واسه خودمه و کاری که دارم میکنم اینی که همه گانا رو دارم توی بتل رویال استفاده میکنم و اتچمنتاشو واسهتون میذارم که شما هم استفاده کنین. و تا اونجایی هم که استفاده کردم و دیدم فوق‌العاده اتچمنتای خوبی بوده و خودم ازشون، یعنی اون چیزی که میخواستم و به نظرم به دست آوردم، اون چیزی که مد نظرم بودن دادن. یعنی همه گانها به نظر من خوبن، اگه خوب نبودن داخل بازی اینا رو نمیذاشتن. خب رفقا، یه منطقه میرین که میدونین شلوغه، خب همیشه وسط نپرین. خب سعی کنین حتی اگه مثلا این وسط هم اومدین لند کنین، گوشه ها لند کنین که خب از وسط بپرین، از چهار جهت تارگت میشین، از تمام اطرافتون تارگت میشین. ولی اگه یه گوشه بپرین، از دو جهت تارگت ممکنه بشین. خب و تا اونجایی هم که اونایی که اون وسطن، خب کسی نمیاد شما رو تارگت کنه و قضیه اینطوریه. خب الان این گان متیکه هم نگاه کن، یعنی الان بدونه، یعنی واسه ایردرافش نیست، از زمین برداشتم، ولی به هر حال خیلی وحشتناکه. و وقتی نگاه کنی یه مشکلی که الان اینا دارن رفقا اینی که الان اونی که اون بالا کم کرده میترسه. چرا؟ چون یه گان متیک دیده و یه کاراکتر احتمالاً یارش هم بهش گفته که آره طرف فلانه، کاراکترش اینه، گانش هم متیکه. وای بترسیم رفقا، هیچ فرقی نداره چه گان متیک باشه، چه لجند باشه، چه هر چی باشه، همشون دمیجشون یکیه و نباید بترسین. حالا ما یه پرایوت رفتیم، خب تیم یکه، یکی از این کلنای عربی افتاد جلومون. پرایوت میگم یه بازی رفتیم قبل این، تیم یکی از این کلنای عربی افتاد جلومون، اسکواد تورنمنتیشون افتاد جلومون. خب ما زدیمشون. میدونی چیه؟ نباید بگین که آره فلانیه، آره این اینه. خب اونم آدمه مثل شما، دو تا دست داره، دو تا پا. خب نهایتا اینم بهتون بگم رفقا، به تعداد انگشتاتون نیست بازی، یعنی پلیر خوبی باشین به تعداد انگشتایی که باشون بازی میکنین نیست. پلیر خوب بودن به اینه که ذهن بازیتون چطوری باشه. خب مثلا نگاه کنید، من قبل از این که این بیاد پایین، درست بات بود ولی میدونستم بالاست. حتی اگه پلیرم بود، هر چی دیگه هم بود، من میدونستم که یکی اون بالاست. خب اینی که ذهن بازی داشته باشین خیلی نکته بهتریه تا اینکه مثلا بیاین با 6 تا انگشت بازی کنین. خب تو با 6 تا انگشت بازی کنی، یه راش غلط بدی، یه کار اشتباه بکنی، مخصوصا تو این شرایطی که الان شده بازی خیلی سخت شده، تو این شرایط احتمال خوردنت خیلی بالاست. پس چی؟ اینی که ذهن بازی داشته باشین خیلی نکته مهمیه. خب رفقا، اینجا ما اومدیم هر کی بود و نبود و زدیم تو داونتاون. بعد اولین کاری که میکنین، چون واقعا بازی ها سخت شده، دارم اینو بهتون میگم، اولین کاری که میکنین جایی لند میکنین که یه چاپر داشته باشه. بعد اینکه چاپر رو گرفتین، میرین اولین ایردراپ. چون اولین ایردراپ رو نزنین، انمیاتون رو خیلی میندازین جلو. یعنی یه اسکواد با 4 تا گان کاستومایز شده توی بازی میمونه با شما. خب رفقا، اینجا هم گانه رو کشیدم. بعد یه نکته، خب الان ما داریم از روی ایردراپ بلند میشیم، ولی نکته ای که اینجا داره اینه که وقتی بلند میشیم، الان من میبینم یه چاپر دیگه میاد. خب منتظر لند کردن اون میمونم، منتظر میشم اونا لند کنن، ما راش بدیم رو اونا. اینی که شما غافل گیر بشین، خب خیلی احتمال مرگتون بیشتره تا اینکه کسی رو غافل گیر کنین. این نکته رو در نظر داشته باشین رفقا. این اتچمنتش هم براتون میذارم، این هولگره رو. خب فقط یه مشکلی که داره اینه که 35 تا تیر میخوره. اگه بخواین خشاب 100 تایی روش بذارین، نمیتونین دیگه خوب سری ADS کنین. خب سرعت ADS تایمتون میاد پایین و یه مقدار سنگین میشه، موبیلیتیتون کم میشه، موومنتتون خوب نمیشه. خب پس چی؟ این خشابه رو، خشاب معمولی رو براش میذاریم، این خشاب 35 تایی داره. یه خشاب هم، یه پرک خشاب آبی یا بنفش هم از رو زمین براش برمیداریم، میشه یه گانی که واقعا نظیر نداره. قضیهش اینجوری هست.
خب این گان خیلی خیلی خوبیه و حالا جالبیش اینجاست توی این بازی من دوتا LMG برمیدارم. خیلی باله، یه دونه 45 تیره، یه دونه 200 دونه تیره. خب اینجا هم میذاریم دنبال اینا. این چرا خدای باتام ادیک میزنن؟ یه مقدار زیادی تحت تعقیب میذاریم این یارو رو، ولی من بهش میگم اون وای نمیسه، دنبالش نذار، ولی خب برفم گوش نمیده و میره دنبالش میزه. آخر سرم میزنیمش ولی خیلی بازی جالبه. خب رفقا اینجا هم اگه میبینید من همینجوری دارم صاف میرم، من از اونجا صدای تیر توی داکو شنیده بودم. نگین که این چطوری اینا رو پیدا میکنه، خیلی باید حواستون توی بازی جمع باشه. خب یه نفر دیگه. آره عزیزم، آره. خب قشنگ میدونم اینا فیکن، ولی این یکی دیگه فیک نیست چون داره خون میزنه. اون دمیجی که من ازش کردم اصلا نباید به فکر راش دادن من میبود و باید میرفت اونجا، اصلا نباید وای میسه. حتی یه تیرم به من نزد. خب ما میذاریم دنبال این بدبخت بیچاره، فقط ببینین چه بلایی سرش میاریم، که آخر سرم بازم میذاریم یه بار دیگه ریوایو بشه، تگشو بردارن. ولی اینجا رو نگاه کنین، ببینین چی کارش میکنم. ببینین دقت تیر این گانه چقدر بالاست، چقدر. آخه کدوم گانی هم اینطوری میزنه روی چیز؟ من یار من میزنتش، قشنگ یه تیر میخواست. کدوم گانی همچین دقت تیری داره؟ صدا پا رو نگاه کنین، صدا پا میاد، من قشنگ میدونم اینجاست. اصلا ندیدمش تیر زدم، چرا؟ چون صدا پا گرفته بودم. این فرض کنین اگه یه انمی می بود، خب شما 4 تا تیر سریعتر به اون زدین، خب اون هر کاری هم کنه، هر چقدر موومنتش خوب باشه، بازم احتمال اینکه شما اونو بزنین خیلی بیشتره تا اینکه اون شما رو بزنه. خب این نکته خیلی خوبه. و اینجا من متوجه یه نکته شدم که دوتا تانک تو بازی و منم هیچ استیک گرنیدی ندارم. حالا به هر حال میزنیم تانکارم با گان، ولی خب اون استیک گرنیدا رو رفقا، اون نارنجکایی که میچسبن به تانکو حتما، خب من خودم همیشه از اونا 10 تا میذارم داشته باشم، یعنی بازش کردم تا 10 تا دونه بردارم. و وقتی این کارو میکنین خب دیگه لنگ هیچی نمیمونین، تانک بیاد هر چی بیاد میتونین بزنین، یا کسی بره تو خونه کمپ کرده باشن و طرف چند تا از اینا میندازین همشون میرن رو هوا. نگاهی نمیدونم چه تکون نمیخورد. این دمیج آر پی دی خیلی وحشتناکه، خدای گان مثلش کم میشه پیدا کنین. گان خیلی فوق العاده خطرناکیه. آر پی دی من تنها ال ام جی بود که انقدر باهاش حال کردم. هولگره واقعا گان خفنیه، هولگره متیک اگه اشتباه نگم اسمشو. ای جان آره یکم دیگه برو تکون بخور، همینطوری هست. خب رفقا اینم این گیم پلی که براتون گذاشتم در این رابطه، برای این اتیچمنتش هم میذارم. خب کم کم داریم به پایان گیم پلی نزدیک میشیم، امیدوارم اگه گیم پلی خوشتون اومده باشه. اگه گیم پلی ما رو دوست داشتین حتما کانال منو سابسکرایب کنین، لایک و کامنت بذارین، حتما کانال منو برای دوستانتون شیر بکنید. دوستتون دارم، ارادتمند شما پانیشر. Have a bit of fun till I downfall, my love.
say.